ساعت خبرها. رد گفته های کامران علیزایی از سوی رئیس معارف هرات. عبدالرزاق احمدی میگوید که از چندی به این سو تقرری ها از سوی ریاست جمهوری منع شده است. بازماندن 6000 دانش آموز از رفتن به مکتب در ولسوالی کوزور هرات. مسئولان ولسوالی کوزور میگن که تمام مکاتب در این ولسوالی مسدود است. تأمین امنیت مراکز رایدهی در بادغیس. مسئولان میگن که امنیت 189 مرکز رایدهی در این ولایت تأمین شده است. تأکید رئیس جمهور غنی بر مبارزه با فساد اداری. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در سفر به پکتیا در امر مبارزه با فساد اداری تاکید کرد. و اینکه رهبر کاتولیک های جان خواستار پایان یافتن خونریزی ها در سوریه شد. خانم ها و آقایان سلام، وقت شما بخیر. به سرویس خبر این ساعت از تلویزیون چکات خوش آمدید. شما همچنین میتوانید بگونه یه زنده و مستقیم همین اکنون از طریق وبسایت ما نیز بیننده خبرها باشید. مقام های محلی هرات از مسدود بودن تمامی مکاتب در ولسوالی کوهزور این ولایت ابراز نگرانی میکنند. حکمت الله حکمت ولسوال کوهزور امروز در یک نشست خبری گفته است با وجودی که در آغاز سال جدید تعلیمی 1500 دانش آموز برای رفتن به مکاتب ثبت نام کردن، اما تا حال در حدود 6000 دانش آموز دیگر از رفتن به مکاتب در این ولسوالی محروم شدند. آقای حکمت افسوده است که اداره معارف ولایت هرات تشکیلات مکاتب کوزور را به دیگر ولسوالی ها تقسیم کرده و همکنون این ولسوالی با کمبود آموزگار روبروست. ولسوال کوزور میگوید که هیچ نوع تهدید امنیتی متوجه فعالسازی مکاتب این ولسوالی نیست. این در حالی است که روز گذشته نیز تعدادی از شهروندان هرات دست به تجمع اعتراضی نسبت به آنچه برخورد سلیقه‌ای رئیس معارف این ولایت می‌خوانند زدند. رئیس شورای ولایتی هرات امروز طی نشست خبری در حضور رسانه‌ها از عملکرد رئیس معارف این ولایت انتقاد کرد، اما رئیس معارف هرات با رد انتقادهای رئیس شورای ولایتی گفته است که آنان بر اساس قانون فعالیت می کنند. کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات امروز در یک نشست خبری از عبدالرزاق احمدی رئیس معارف هرات انتقاد کرده است. وی گفته که در تمام ولسوالی‌های هرات امنیت تامین بوده، اما مکاتب برای دانش آموزان فعال نیست. آقای علیزایی افزوده که عبدالرزاق احمدی چند نفر را به اساس سلایق شخصی و سمتی به سمت آمریت‌های گوناگون معارف هرات مقرر کرده است. اما رئیس معارف هرات این گفته ها را رد کرده و بیان می‌دارد که از چندی به این سو تقرری ها در این اداره از سوی مسئولان مرکزی منع شده است. ای دوستان میگن بستار فلانی به اعلان نمیده که صلاحیت من نیست. رئیس جمهور هدایت داده که بستای اداری به اعلان نره و از برج 2 و 3 به این طرف تمام بستا که قریب یک سال شده بستا متوقفه. ای دوستا یک مقدار علم خود رو بیشتر بکنن، دانش خود اضافه بکنن که آیا ما بتوان ما هست که ما بستر به اعلان بودم یا نه. ما بارها صدای خود رو به وزارت بلند کردین، مکاتبه کردین، به رسانه ها اعلان کردین که لطفاً به مشکلات معارف رسیدگی بکنین. بارها ما به ریاست کمیسیون اصلاحات اداری مکتوب دادین که به بسته بودن بست ها در اینجی سبب چالش میشه برای معارف و معارف دچار مشکل میسازه. حکمت الله حکمت ولسوال کوهزور ولایت هرات نیز گفته است که اداره معارف هرات تشکیلات مکاتب کوهزور را به دیگر ولسوالی های این ولایت تقسیم کرده و هم اکنون این ولسوالی با کمبود آموزگار روبرو می باشد. اما رئیس معارف هرات بیان می‌دارد که آنان پیش از دیگر ادارها برای مکاتب در ولسوالی‌های جدید و تأسیس مدیریت‌های سوم را ایجاد کردند. آنچه که من معلومات گرفتم ایست که در بخشی از تعدادی از مکاتب که سالهای متمدی بسته بوده بسات به تشکیل سال 93 که وقت اصلا من در معارف حضور نداشتم، تعدادی از او بستها تنقیص شده و به جاهای دیگه تزئید شده و این توسط وزارت محترم معارف شده. نکته سوم ایست که تمام مکاتب کوه زور از لحاظ تشکیل ابتدایی است و آماری که ما گرفتیم 4 مکتب فعال بوده و ما قبلا هم آمار ارائه کردیم که در ولسوالی شندن به دلایل متعدد مکاتب مسدود بوده و الحمدلله ای افتخار رو داشتین که به سال 95 و 96 تعداد زیادی از مکاتب دخترانه و تعداد زیادی از این مکاتب مسدود تانستین با یک مشکلات بسیار زیاده اینها بازگشایی بشه.
روز گذشته نیز شماری از ساکنان هرات در مقابل دروازه اداره معارف این ولایت دست به اعتراض زده و خواهان برکناری رئیس معارف شدند. اداره مالی هرات نیز بر پیگیری این پرونده تاکید کرده و بیان می‌دارد که در صورت دریافت سندی که مبنی بر فساد در اداره معارف باشد، برخورد قانونی با مسئولان صورت خواهد گرفت. ما در روشنایی خانه شکایات و خواسته‌ها و ادعاهای کسبی شهروندان مطرح شده اینا رسیدگی می‌کنیم و در این حال صراحتاً اعلام کردیم که ادارات عدلی قضایی بخش‌های مختلف حاضر هستند تا به گونه جدی و همه‌جانبه این خواسته‌ها و شکایات رسیدگی بکنند. اگر در روشنایی قانون مشخص شد با اسناد و شواهد که فرد یا افراد در هر سطحی که باشند و در هر اداره‌ای که فعالیت داشته باشند اینا مرتکب تخطی و تخلف گردیده باشند، با اونو برخورد خواهد شد. در همین حال شماری از فعالان مدنی هرات میگویند که اعتراض حق هر شهروند است، اما این اعتراض نباید به ایجاد مشکلات بیشتر به معارف بیانجامد. خود اعتراض به این معنا که وقتی در یک اداره مشکلی وجود داره، خب طبیعتاً صدای اعتراض مردم بلند میشه، اما نحوه بیان اعتراض نگران کننده است و من فکر میکنم که مشکلات و چالش های عدیده دیگه سر راه معارف به وجود میاره در ولایت هرات که امیدوارم مسئولین با همون درایت و هوشیاری کامل با قضیه برخورد بکنن و نگذارن بیشتر برای معارف مشکل به وجود بیاره، به خاطر از اینکه هر مشکلی که با معارف هرات یا حالا در هر جای افغانستان برای معارف به وجود میاد مردم متضرر میشن. این در حالی است که به اساس گفته های مقام ها 42 مکتب مسدود در هرات وجود داشته که 28 تای آن مربوط به ولسوالی شندند ولایت هرات است. در این حال رئیس معارف هرات بیان داشت که 73% دانش آموزان دوره متوسطه و لیسه در این ولایت با کمبود کتاب مواجهند و آنان از مقام های مرکزی خواستند تا این مشکل را رفع کنند، اما این مشکل تا حال حل نشده است. این در حالی است که از دو روز به این سو بین رئیس معارف هرات و برخی از اعضای شورای ولایتی این ولایت به خاطر برخی از مشکلات تنش به میان آمده که نگرانی فعالان مدنی این ولایت را نیز به دنبال داشته است. در همین مورد گفتگو میکنم با دکتر محمد حیدری، عضو شورای ولایتی هرات. سلام آقای حیدری، وقت شما بخیر. سلام علیکم، تشکر از دعوت شما. سپاسگزارم. آقای حیدری، میشه بگین که از ریاست معارف هرات شما چی میخواییم؟ خواست شما چی هست؟ باید آنم خدا و با عرض سلام و حرمت خدمت شما دوست عزیز، حال تر از همه از طریق رسانه شما خدمت مردم شرافتمند هرات عرض سلام و حرمت دارم. قبل از اینکه به سوال شما جواب بدم، میخوایم خدمت مردم هرات عرض کنم که الحمدلله شورای ولایتی در از آغاز این دوره همیشه با معارف هرات همکار بوده و در تمام برنامه و فعالیت های معارف ما دوش و دوش معارف همکاری داشتیم و تعهد اکثر اعضای شورای ولایتی این بوده که هیچ گونه مداخله غیر قانونی در امورات معارف نداشته باشند. ولی حال که از اکثر اعضای شورای ولایتی، خصوصا کسایی که در کمیته معارف شورای ولایتی کار میکنن، ما از جمله منتقدین کارکرد سرپرست فعلی معارف هرات هستیم و علت از این که و این انتقاد و اعتراض برای ایجاد اصلاحات حق نمایندگان و حق مردم میدانید و همچنان که لازم است که در مورد اعتراض مردمی که دیروز برگزار شده بود یک معلومات بودم. این اعتراض با حضور اکثر جوانها، یک تعداد زیاد از جوانها از اقوام مختلف هرات برگزار گردی بود که ما از تمام اقوام و اقلیت‌ها داری درست است. اعتراض در همین جهت میخوام که دقیق و مشخص بگوین که خواسته های دقیق شما از ریاست معارف هرات و شخص آقای احمدی چیست؟ آقای احمدی در کدام قسمت ها مشکلات داشته که شما دیدین و اعتراض کردین؟ ببینیم، ما از دیروز تا حال در بارسانه ها صحبت کردیم. ما وضعیت معارف یک حالت آشفته و بحرانی میبینیم. ما از وضعیت بد معارف در اولسوالی ها شکایت داریم.
در حکومت محلی در همین هرات خود ما شما در بعضی ادارات اگر من نام ببرم به طور مثال در اداره صحت عامه هرات، در اداره زراعت هرات و در اکثر ادارات، خصوصا در ادارات عدلی قضایی هرات، ما شاهد یک تعداد تغییرات اصلاحی و مثبت بودیم. ولی حال اگر بیاییم ما وضعیت معارف هرات با 3 سال قبل ما مقایسه کنیم، ما تغییرات مثبت به شکل واضح نمیبینیم که یک تغییرات خوب در معارف میان آمده باشد. ما از مشکلات تعبیر شما از آشفته و بحرانی چیست در ریاست شما؟ همین اگنون که ما صحبت میکنیم، اگر یک تیم نظارتی حتی از طرف مردم به ولسوالی ها بره، ما به معنی و مفهوم واقعی در ولسوالی ها مکتب نداریم، در ولسوالی ها معلم نداریم و میتونم بگم که دروازه اکثر مکاتب در ولسوالی ها بسته و اگر بازم هست به نام ما مکتب داریم و هیچ گونه تعلیم و تربیه با کیفیت در معارف ولسوالی ها وجود نداره که ما این همیشه از تریبون های مختلف انعکاس دادیم، ولی در این مورد کدام توجه صورت نگرفته. جفای دیگری که در حق مکاتب ولسوالی ها شده که ما امروز یکی از ولسوال صاحبای ولسوالی های پنجگانه شیندن هم ریاد کردن، یک تعداد از معلم هایی که بست از اینا ولسوالی بوده در این مدت اینا آمده همراه با بست انتقال شده به مناطق شهری و یا ولسوالی های نزدیک به شهر و امروز که خواسته باشم دروازه مکاتب ولسوالی رو باز کنن، ما با کمبود شدید معلم مواجه هستیم. موضوع دیگری که من میخوام از او یادآور شوم، ما شاهد یک سلسله تغییر تبدیلی های فراقانونی از سوی سرپرست فعلی معارف بودیم. وقتی ما صحبت میکنیم، ما از این سند داریم، ما یک تعداد از مدیر صاحبای معارف و یا مدیران مکاتب که اینا در یک بست های اینا منظوری دارن، در امو بست تی رقابت آزاد کامیاب شدن بنابه با مو سلیقه ها یا بنابه اهداف که خود رئیس معارف داشته، اینا در کجا؟ در کدام شهر؟ شما مثلا نام ببریم، یک تعداد از مکاتب داخل شهری طی همین مکتوب من به شما میتونم از این یاد کنم. مثلا ما مکتب لیسه انقلاب، عامل مکتب لیسه انقلاب از لیسه انقلاب تبدیل میشه به مکتب فت، همی آدم مراجعه میکنه به مرکز، از مرکز مکتوب میاره به معارف هرات که من بستم منظوریم به لسه انقلاب و من تی یک رقابت آزاد به همین لسه کامیاب شدم و باید به همین جه خدمت کنم. رئیس معارف هرات به هر دلیلی نمیخواد که همی عامر بیای به لسه انقلاب، با وجودی که از موفق ترین افراد معارف هراته. مثلا عامر لسه فت یا بعضی از مدیر معارف زندجان، یا اگر نمیفهم وقت برنامه شما چند در قسمت لیسه انقلاب فهمیدیم، به حال پاسخی که اونها دادن، به حال اون چیزی که از شما خواستن چی بوده، به حال چی گفته رئیس معارف؟ موضوع دیگر غیر از این، ما مثلا شاهد از این بودیم که یک افرادی از وزارت احکام آوردن برای تقرری ها، ولی سرپرست فعلی معارف هرات برخلاف احکام نافذه وزارت از تقرری از این افراد جلوگیری کرده. ما خانمی برای بست معاونت مالی اداری معارف هرات، او از کابل احکام آورد، از وزارت احکام آورد به دلایل که برای ما هم واضح نبود، سرپرست معارف هرات از تقرری از این فرد جلوگیری کرد. به همون نسبت ما اگر جستجو کنیم، یک تعداد زیاد از مدیر صاحبای ما، از تعداد زیاد از مدیرای معارف ما از این حالت که افعالی که برخلاف یا اعمالی که برخلاف لوایح و طرز العمل های پلیس و پلیسی های وزارت صورت میگیره، اینا فعلا شاکی هستند. درسته، شما اشاره کردین که اصلاحات به وجود نیامده، در نهادهای مختلف به حال اصلاحات رونما شده، یکی از نمونه های ساعت عمر گفتین، در ریاست معارف چون این اتفاق نیفتاده، فکر میکنین که بحث های دیگری که به آقای احمدی در این روزها پیرامون اعتراض ها افراد دیگر آمدن، آقای احمدی مدعی است که این افراد
تعداد افرادی مثل شما و افراد شبیه شما مدعی است. اما در که در گزارش دیدین میگه اینها من پاسخ مثبت بر اینها ندادم، اینها مدعی اند، آقای احمدی مدعی است که این افراد مثل شما و امثال شما میخوان که افراد نزدیک شما در ریاست معارف استخدام بشن. من از پشت می تریبون شما اعلام میکنم به حضور آقای احمدی به طی یک نیم سال که من با در کمیته معارف هرات من حضور داشتم، حتی یک برگ برای درخواست غیر قانونی و حتی قانونی ما بر روی میز آقای احمدی نگذاشتیم و ای و اگر آقای احمدی درباره ما اگر چنین ادعای دارن بیاین ثابت کنن. ببینیم انتقاد ما انتقاد برای ایجاد اصلاحات معارف متعلق به تمام مردم افغانستان و معارف باید به اهل معارف سپرده شه. ما وضعیت رو به حالت میبینیم که مسئولیت خود میدانیم که ما صدای خود بلند کنیم و این حق تلفی مردم رو به گوش بزرگای حکومتی افغانستان برسانیم. شما بیاییم در ولسوالی های پانزدهگانه هرات یک بررسی اجمالی که شما داشته باشیم، کسایی که از سوی سرپرست معارف هرات من حیث سرپرست تعیین شده، شما بیاییم درباره از اینا یک بررسی بکنیم آیا اینا لیاقت و شایستگی احراز بست سرپرستی مدیریت معارف ولسوالی داشته یا نه. شما بیاییم مدیریت معارف ولسوالی گذره رو ببینیم که آقای احمدی چرا دو سال یک نفر من حیث سرپرست نگاه میداره و وقتی که آقای احمدی میگه ما حق تقرری نداشتیم، ما حق بر اساس حکم رئیس جمهور ما نمیتوانستیم که امتحان برگزار کنیم. جناب آقای احمدی شما راست میگه، شما امتحان برقرار کردن نمیتونستیم، ولی آیا بس مدیریت معارف ولسوالی گذره، ولسوالی انجیل، ولسوالی شیندن، ولسوالی اوبر، آیا اینا نمیتونستیم شما به یک کسایی که واقعا تجارب کافی و دانش مسلکی داشته باشه، چرا شما یک نفر که او حتی سابقه مدیریت یک مکتب نداشته او من دو سال به زور من حیث مدیر معارف یک ولسوالی نگه میداره؟ قبل از این بحث ها این بحث ها رو شما با آقای احمدی مطرح کردین و فکر میکنیم دلیل در چی هست که این کارها و این اقدامات فراقانونی را انجام میده؟ ما چیزی که فعلا صحبت میشه، آقای احمدی یک انسان آگاه، یک انسان دانشمند هست، ولی آقای احمدی احساس معارف فربری در وجود آقای احمدی نیه. انرژی و توان آقای احمدی صرف گرایشات تیمی و سیاسی آقای احمدی میشه. آقای احمدی به معارف هرات به عنوان برای پلانها و اهداف آیندی سیاسی مینگره. آقای احمدی کسای میخواه در معارف هرات جابجا کنه که در آینده بتونه به نفع تیم آقای احمدی کار بکنه. آقای احمدی امروز ادعا داشته که معترضین اینها به خاطر نزدیک شدن انتخابات اعتراض دارند. بیشتر از همه کس آقای احمدی وابستگی های تیمی و انتخاباتی داره و بیشتر از همه کس آقای احمدی یک کسی که از جانب یک تیم انتخاباتی در همی بست قرار گرفته. آقای حیدری، حالا با توجه به این که اگر قرار باشه کسی دیگر غیر از آقای احمدی جایگزین آقای احمدی بشه خارج از ولایت هرات، شما میپذیرید؟ ما نخواستیم که یک نفر از خارج از ولایت هرات بیای جای آقای احمدی رو بگیره. حتی زمان از اینکه صحبت هایی بود در مورد آمدن یک شخص دیگر، ما به خاطر منافع مردم هرات سکوت کردیم، ولی فعلا وضعیت معارف هرات تا طور ما میبینیم که متاسفانه موضوعات سیاسی آقای احمدی، کشمکش های آقای احمدی، ناکامی آقای احمدی در امتحان سی بی آر، حتی تحصیلات فعلی آقای احمدی که تحصیل خور بر وضعیت از کار کردن به معارف ترجیح میدن و در این مدت اونا مشغول تحصیل بودن، اینا همه ما اینتا فکر میکنیم که اینا هر روز بر همین وضعیت بورانی معارف و آخرین گزینه اگر مجبور بشین باز هم شخص دیگر از خارج از هرات بر آقای احمدی ترجیح میدین؟ ما اولویت ما و درخواست اول ما اینه که از ما اهل معارف هرات داریم، بیا یک نفر از
از درون خود معارف هرات یک کسی که هیچ وابستگی تیمی و سمتی نداشته باشه و احساس و عشق و علاقه به معارف داشته باشه و تجربه معارف پروری داشته باشه بیاید از بین مردم هرات او به نیز مسئول معارف هرات برگزیده بشه و این آرزوی مایه. ما نخواستیم که یعنی آقای احمدی نباشه، از فلان تیم باشه یا از فلان کس باشه. سپاس بزرم آقای در. در همین مورد با تماس‌های مکرری که با آقای احمدی داشت متاسفانه تلفنشان پاسخ نداد و سعی می‌کنین در شب‌های آینده آقای احمدی رو داشته باشین که پیرامون این مسائلی که مطرح شد با ایشان هم گفتگو بکنین. و حال ادامه خبرها، مسئولان اداری کمیسیون مستقل انتخابات بادغیس گفتند که 189 مرکز رای‌دهی در این ولایت ثبت شدند و امنیتشان به گونه کامل تأمین است. ما در حال تصویر و برگزاری سیاسی که برنامه آموزشی برای کارمندان اجتماعی ولسوالی‌هایم خدمت شما عرض کنم. خود ما اشتراک میکنم در برنامه آموزشی و مرکز مغول دیگر تدابیر امنیتی گرفته میشن. مراکز عیدی پاسخ مجبور تمر ولسوالی قرماش این قرماش ما کم کنیم 189 مرکز که کامل شش واحد اداری مربوط به بادغیس و یک واحد اداری بادغیس هم موقتا مربوط به ولایت فاریاب شده که ولسوالی قرماش که در صورت کل ما 212 مرکز داریم واقعا 189 مرکز اداره و مدیریت جاشو خراب دفتر ولایتی بادغیس صورت میگیره عزیزات امنیتی دیگه بعض مناطق سقوط شده بوده است مخالفین مسلمه دیگه به اونجا دسترسی ندارن که برن به بعضی مراکز رایدی در جلوی حسیه از چندین سال بود در اونا به سطح تراف و دشمن سقوط شده از طرف دولت دیگه خدمت شما عرض کنم که این تعدیدات مناطق به اونجا رفته نمیشه که خوردن میدادن نه دیگه جایی که سقوط شده باشه اونجا کامل پروگرام چنی دیگه او باز اگر بعد از این تغییرات میاد در عملیات ها تدبیر قوت ها شرایط آماده میشه باز وقت داره انتظار وقتی ادامه خبرها، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور که برای بررسی اوضاع به ولایت پکتیا سفر کرده بود چندین پروژه را در این ولایت افتتاح کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور به منظور بررسی وضعیت عمومی امنیتی پکتیا و افتتاح چندین پروژه انکشافی صبح روز گذشته وارد این ولایت گردید. رئیس جمهور غنی در این سفر خط برق 220 کیلوولت ارغندی گردیز و نیروگاه دفاعی 220 کیلوولت گردیز را افتتاح کرد. رئیس جمهور میگوید که این گام های نخست است و پس از آن زمینه کار اشتغال و سرمایه گذاری ها در این ولایت فراهم میگردد. برق لدرس افغانی نه شپگ افغانی باند کمیگی دا 15 چنده کمیدل دی قیمت مگوت است به انشالله 15 چنده زمینه دی فعالیت را او دا ابتداد کار دا کرونا دفترون قول اردو به برق راسی اما ایما اصلی و ایله داده چه سنتی پکتیا او گرم دی جلغوزی پراسس او گرم دی معنو پراسس او گرم دلت فابریکی او گرم رئیس جمهور غنی در امر مبارزه با فساد اداری نیز در این ولایت سخن گفت. وی از وزیر داخله خواست تا متهمان فساد اداری را به دادگاه بکشاند. دوم ده کورنه چرنم یو گله و کله قابل خواد قضیم در توه. ولس نفره لده دفتر نه ویستل سوال. نن چارن والی که دی. که نور چوک پکتیا یا بل ولایت افغانستان سره دا رقم چلندو که وزیر صاحب داخله به این راست انتاران والی دنید اوزل وزیر صاحب نمانه نکو. همچنان در جریان سفر آقای غنی به پکتیا نقشه شارک صنعتی پکتیا که در مساحت 983 جریب و به ظرفیت 237 کارخانه بزرگ متوسط و کوچک ساخته می شود و نقشه شارک شهدا معلمین و مامورین که در مساحت 1291 جریب زمین که دارای 2411 نمره و 27 بلاک رایشی می باشد میان وزارتخانه های مربوط حکومت افغانستان امضا شد. رئیس جمهور غنی در حالی به ولایت پکتیا سفر می کند که این ولایت در جریان ماه های گذشته شاید بدترین وضعیت امنیتی بوده است. گروه طالبان در سال پار به فرماندهی امنیه ولایت پکتیا حمله کرد که در آن دهاتان به شمول فرماندهی پلیس این ولایت کشته و تمام ساختمان فرماندهی تخریب شد. بینندگان گرامی، پس از میان برنامه کوتاه با ادامه خبرها ما را همراهی کنید.
اکنون خبرهای خارجین ساعت پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان پیامی به مناسبت عید پاک خواستار پایان یافتن کشتار و خونریزی در سوریه و دستیابی به آشتی در خاور میانه و صلح جهانی شد. به گزارش از شوتت پرس، سخنرانی پاپ در حضور حدود 80,000 نفر در میدان سن پیتر واتیکان برگزار شد و میلیون ها نفر در جهان نیز این مراسم را به صورت زنده از رسانه ها دنبال می کردند. رهبر کاتولیک ها در پیام سنتیش خطاب به شهر روم و جهان گفت: امروز برای به ثمر رسیدن میوه صلح در کل جهان و ابتدا از سرزمین دوست داشتنی سوریه که مدت ها در رنج است دعا می کنیم. پاپ فرانسیس در پیام خود ابراز امیدواری کرد که 7 سال کشتار در سوریه پایانی سریع داشته باشد، کمک های انسان دوستانه به مناطق جنگ زده و نیازمند برسد و شرایط برای بازگشت آوارگان مهیا شود. رهبر کاتولیک ها در پیام خود همچنین خواستار صلح در خاورمیانه شد و گفت: امروز از درد جنگ یمن و درگیری در خاورمیانه در رنجیم، دردی که مردم و بیدفاع را در تنگنا قرار داده، در حالی که گفتگو و احترام دو جانبه می تواند به اختلافات و خشونت ها پایان دهد. جنگ داخلی یمن که از سال 2015 آغاز شد و سپس حملات عربستان و سعودی و متحدانش به این کشور را در پیداش تا کنون 10,000 کشته بر جای گذاشته است. پاپ فرانسیس همچنین خواستار آشتی در خاورمیانه و منازعه اسرائیل و فلسطینی ها شد و آن منطقه را سرزمینی خواند که این روزها زخم کشمکش بر تن دارد و نباید بیدفاعان را به حال خود رها کرد. پاپ فرانسیس رستاخیز مسیح را ارمغان امید برای دنیای پر از بی‌عدالتی ها و خشونت ها دانست و از جمله به آفریقا و گرسنگی پناهجویان، منازعات محلی و تروریسم در آن قاره اشاره کرد و خواستار صلح برای آنجا شد. پاپ با استدعای صلح در کل جهان همچنین خواستار به ثمر رسیدن مذاکرات در شبه جزیره کوریا شد و گفت مذاکراتی که آغاز شده است میتواند صلح و هماهنگی در منطقه را توسعه دهد. آخرین مقامات ارشد کوریای شمالی و جنوبی مذاکراتی را برای پایان دادن به تنش‌ها آغاز کردند و قرار است که اواخر ماه جاری رهبران دو کشور با هم دیدار کنند. مروری دوباره به سرخط خبرها. رد گفته های کامران علیزایی از سوی رئیس معارف هرات. عبدالرزاق احمدی میگوید که از چندی به این سو تقرری ها از سوی ریاست جمهوری منع شده است. بازماندن 6,000 دانش آموز از رفتن به مکتب در ولسوالی کوزور هرات. مسئولان ولسوالی کوزور میگن که تمام مکاتب در این ولسوالی مسدود است. تأمین امنیت مراکز رایدهی در بادغیس. مسئولان میگن که امنیت 189 مرکز رایدهی در این ولایت تأمین شده است. تأکید رئیس جمهور غنی بر مبارزه با فساد اداری. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در سفر به پکتیا در امر مبارزه با فساد اداری تأکید کرد. و اینکه رهبر کاتولیک های جهان خواستار پایان یافتن خونریزی ها در سوریه شد. بینندگان گرامین، بود سرویس خبر این ساعت که تقدیم حضورتان شد. شما میتوانید 7 روز هفته و 24 ساعت شبان روز مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و به خصوص خبرهای مهم حوزه جنوب غرب کشور را از طریق وبسایت تلویزیون چکاد دریافت و دنبال نمایید. در هر جای جهان که زندگی میکنید بدون محدودیت زمانی و مکانی میتوانید با مراجعه به وبسایت تلویزیون چکاد برنامه های ما را در آنجا نیز بیننده باشید. سپاسگزارم از همراهیتان.